حقیقتاً اون چه که از صحنه روز عاشورا در مقابل چشم ماست، در تمام حوادثی که ما سراغ داریم از فجایع بشری، حادثه کربلا هنوز تک و بی همتا نظیری نداره. هر بخشی را شما بگیرید، از ساعتی که وارد کربلا شدم، صحبت امام حسین، حرف او، خطبه او، شعر خوندن او، صحبت کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه اینها مصیبت است تا برسد به شب عاشورا و روز عاشورا و ظهر عاشورا و عصر عاشورا. همونطور که پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، امام حسن فرمود، بنابر اونجا که در روایات هست، که لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله. هیچ روزی مثل روز تو، مثل روز عاشورای تو، مثل کربلای تو، مثل حادثه تو نیست. حسب روایات و حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا زیر شهادت امام الله به شهادت نزدیکتر میشد، افروخته‌تر میشد. این رو بزرگان نقل کردن، مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی رضوان الله علیه در مراقبات، ایشون هم تأکید میکنند که در روز عاشورا هرچه مصیبتها سنگینتر میشد، چهره حسین ابن علی علیه السلام برافروخته تر، آثار شکفتگی در آن بزرگوار بیشتر آشکار می شد. اون راوی که حوادث را نقل کرده است و در کتاب ها دهن به دهن نقل کرده اند، میگه فوالله ما رأیت مکثورا، میگه من ندیدم هیچ کسی را در چهار موجه بلا مثل حسین ابن علی عربت و جعشن محکم دلتر استوار سر. مصیبت در عاشورا سنگینه، خسارت بزرگ است، جان کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام به همه آسمان و زمین می‌علیزه. اینجا مرکز مقاومت است.